سلام و درود خدمت هموطنان عزیزم و همه فارسی زبانان در همه جای دنیا. اگر تیتر این برنامه رو دیده باشید، بنده به آقای پوتین میگم تاکتیک شما به زودی دردسرساز میشه. راجبه اینکه تاکتیکای ایشون و یه مقداری هم ایران و یا حتی رئیس جمهور چین که من از 2 سال پیش دارم بهش اشاره میکنم، گفتم باعث میشه که غرب پرروتر بشه و ضررهای زیادی به شما و هم پیمانان بزنه، انجام شده و داره انجام میشه. هیچ پیش بینی بنده تا حالا اشتباه از آب در نیامده. آخرین ناراحتی رم که دیدید دیروز پریروز حمله شد به یک کنسرت در روسیه در مسکو، 150 نفر در جا مردن، کلی زخمی شدند و ناراحتی های دیگه و اون ساختمون هم خراب شد. این کارها ادامه خواهد یافت، کارهای بدتر از این ادامه خواهد یافت اگر آقای پوتین به زودی تاکتیکش رو تغییر نده. در تیتر این برنامه من نوشتم تعداد تلفات بالا میره. من به این یه روز جلوتر اشاره کردم، چندین ماه جلوتر اشاره کرده بودم، یه سال جلوتر هم اشاره کرده بودم که اتفاق افتاد. تلفات فقط در به اصطلاح جنگ نیست، در جنگ در اوکراین که کشته میشن، در داخل روسیه هم شده. این الان برای دومین بار بود که جایی رو که کنسرت بوده منفجر کردن. یک بارش خیلی جلوترها بود، یک بارش هم که الان دیروز بود. نکته دوم اشاره کردم که به همپیمانان شما هم ضرر وارد خواهد شد. راجع به اینم صحبت میکنم و ثابت میکنم. نکته سه این هست که نوشتم توی تیتر برنامه غرب به روسیه نزدیکتر میشه، که قصد آقای پوتین هست که غرب از روسیه دور بشه، ولی برعکس خواهد شد با این تاکتیکی که ایشون داره میزنه. نکته بعدی شماره 4 نوشتم که مسلمانان داخل کشور خودتون هم آخه درد سرساز میشن. اگر نمیدونید 2-3 میلیون مسلمان اونجا زندگی میکنه توی روسیه. خب راجب اینجا اینا میخوایم صحبت کنیم. تعداد تلفات که خب دیروز دیدید دیگه، 150 اضافه شد، 150 نفر مردن، بازم ممکنه بیشتر بشن، از زخمیان بمیرن، در جنگم که دارن کشته میشن هر روز. راجب این صحبت نکنیم چون خیلی صحبت کردم، میدونید این رو. اینجا پیش مینیم درست بوده، هم پیمانان شما متضرر میشن، ضرر خواهند کرد. خب هر ضرری که به روسیه میخوره اگر روسیه عقب نشینی بکنه، اگر ببازه، اگر ناراحتی پیش بیاد، خب به هم پیمانش در درجه اول ایران هم خب صدمه میخوره. غرب پرروتر میشه، به ایران هم خب حمله میکنه، پس باید اصلا به اونجاها نرسه. شماره 3، غرب به روسیه نزدیکتر میشه. خب آقای پوتین، من تو ویدیو دیروز دوباره گفتم، مگر هدف شما این نیست که غرب که اومده، ناتو که اومده به مرزهای شما نزدیک شده دورشون کنید؟ خب اگر هدف شما این هست که یه مقداری از اوکراین رو وردارید، اوکراین غربی بیفته دست غربی ها که 300 هزار سرباز هم آوردن، نظامی آوردن توی خاک لهستان، از طریق رومانی اونجا خودشون رو آماده کردن، از طریق کشورهای دیگه بالتیک خودشون رو آماده کردن نیرو داخل کنن، خب اینها که نزدیکتر میشن، غرب لهستانم بگیرن، خب شما شرقش رو گرفتی، بازم در غرب و شرق شما با اینا همسایه میشی، که یعنی اومدن باز هم جلوتر. اگر الان مرز لهستان بوده، اینا داخل اوکراین میشن، یعنی میان تا تقریبا وسطای اوکراین، خب بازم نزدیکتر شدن به شما. که مرز حداقل اگر اوکراینی باقی میموند، مرز همون لهستان بود، الان داخل اوکراین میشن، میان نزدیکتر به مرز شما. الان من اینجا یه دونه پشترم سعی میکنم یه دونه چیز بذارم، نقشه بذارم. اینجا الان بهتر میبینید، اینجا روسیه است، اینجا هم اوکراینه. خب اینجا هم بالای بالا لهستانه. الان از لهستان که بیان از اینجا غرب اوکراین داخل بشن، فرض کنید تا اینجا بیان، خب اینجا روسیه است، الان نزدیکتر شدن. که پس این هدف شما هم انجام نمیشه، پس اینجا هم شما داری اشتباه میکنی. بیای اصلا شرق اوکراین بگیم اینجا الان بالا اینجا روسیه است، شما بگیم اومدید اصلا تا نصف اوکراین هم بیاد جلو، بیاد تا به اینجا. خب اینجا که لهستانه، الان ناتو توی اینجا سر این مرز، اینجا که یه خطی است، خب میاد اینجا، از اینجا تا به روسیه که نزدیکتر شده.
دیگه حرفم تکراری میشه. پس به هدفتون نرسیدید. پس یعنی در نکته شماره 3 که نوشتم غرب به روسیه نزدیکتر میشه، اونجا هم پس شما خواهی باخت. حالا بیام به نکته شماره 4 که در اینجا هم ایران و هم، اجازه بدید من عکس پشت سرم رو عوض کنم دوباره، در مورد مسلمانای داخل کشور روسیه صحبت کنیم. اگر نمیدونید یه چیزی حدود 2-3 میلیون مسلمان اونجا زندگی میکنه. من میگم این مسلمان ها درد سرساز میشن اگر همین الان تاکتیک آقای پوتین و دولت ایران عوض نشه، به خصوص تاکتیک آقای پوتین. چرا؟ 2-3 میلیون مسلمان اونجاست. شما ببینید من درصدو خیلی پایین خواهم گرفت که دیگه حرف من یعنی بیشتر باور بشه. 1%، ببینید 1% مسلمانای داخل خود روسیه هم حتی اگر با غرب یا با نمیدونم القاعده یا با نمیدونم طالبان، اصلا خود غربو بگیم، به همکاری داشته باشه، کافیه که داخل روسیه هر روز یه جایی منفجر بشه یا ناآرامی بشه. توی خود ایرانش هم همینه. توی خود داخل ایران از کل کشور ایران 1%، 0.5% اصلا، 0.5% ملت هم با آمریکا همکاری کنه یا با چه میدونم طالبان همکاری کنه یا با پاکستان همکاری کنه، با هر کی همکاری کنه، مسلمونا رو دارم میگم، کافیه که داخل ایران بلبشو بشه. یکی دو بارم که از این حمله انتحاری شده دیگه در داخل ایران، این همون الان در داخل روسیه تو مسکو شده. اینها میگن اوکراین بوده، ممکنه اوکراین با اینها، با این مسلمان ها صحبت کرده، پولی داده، چون اینها امثال طالبان یا بقیه کلشون برای پول باجگیرن، باجگیر پاکستان هستن، باجگیر آمریکا هستن، ایران بیشتر پول بده باجگیر ایران هستن. اینها اون کار رو توی روسیه هم خواهند کرد و هرچی از این کارها بیشتر بشه، درد سر شما، موندن شما سر کار بدون آزار و اذیت، این درد سرش بیشتر میشه. از داخل ملت خود روسیه هم آخه برخلاف شما میشن. پس این تاکتیک شما درست نیست. حالا تاکتیک اصل چیه؟ آخرش صحبت میکنیم. در ویدیوهای گذشته من خیلی صحبت کردم. یک تاکتیک هست که ایران و روسیه هموطنا دارن از اون استفاده میکنن. تاکتیک این هست، اینها اومدن امثال طالبان رو، دیگه اسم نمیبرم، القاعده، طالبان یا حالا هر چی اسمشون هست، داخل افغانستان صحبت کنیم، اینها اومدن بخشی از این طالبان رو طوره دیگه شروع کنم، طالبان که به دست آمریکا و نمیدونم پاکستان تربیت و درست شده بود و قرار بود پاکستان از اینا مثل همیشه استفاده بکنه بر علیه ایران، بر علیه همسایه‌های دیگه، روسیه و چین اومدن با اینها یه ساخت و پاختی کردند و گرفتن تو دستشون. الان یه حد بگیم نصفشون، تعداد نمیخوایم بگیم که دقیق نمیشه گفت، بگیم نصف، بگیم 1/5، هرچی، اومدن ایران و روسیه اینا رو تحت کنترل گرفتن، الان انداختنش تو جون اونی که تولید کرده اینا رو، پاکستان. پاکستان الان هر روز جنگ، حمله است به ارتش اونها، داره حمله میشه، خود پاکستان مونده، چیزی رو که تولید کرده، شیطونی رو که تولید کرده، الان گریبان خودش رو گرفته. خوبم هست این تاکتیک، بسیار خوبه که دارن الان ایران و روسیه، به خصوص ایران، چون ایران بیشتر با اینا سر و کار داره تا روسیه. بدون ایران روسیه تنهایی نمیتونست با این مسلمانای دنیا اینطوری رابطه برقرار کنه که از طریق ایران داره میکنه و ازشون هم داره استفاده میکنه. تاکتیک اینجا رو الان خیلی بهش اشاره نمی کنن. تاکتیک ایران و روسیه در اینجا بسیار خوب است. چیزی رو که خود غرب، پاکستان خب آمریکاست در اصلی که به دست آمریکا ساخته شدن، به دست انگلیسی ها ساخته شدن، بعد از جنگ اومدن اون قسمت رو گرفتن و پاکستانی درست کردند و الان هم که خب بمبای اتمی در اصل بمبای اتمی آمریکاست توی اونجاست دیگه. پاکستان که به تنهایی نمیتونست بمب اتم بسازه، برای اینکه بیارن اونجا بذارن بمبای اتم و زمان روسیه، زمان شوروی یه ترس دیگه بندازن تو جون اونها، اومدن پاکستان رو درست کردن، مثل اسرائیل رو درست کردن که منطقه رو، خاورمیانه رو، اون منطقه رو اصلا کنترل کنن، بمب هم بهشون دادن، بمب اتمی هم دادن. همینطوری اینها درست نشده. خب حالا ببینید
اسرائیلش که من به اسرائیلیا هشدار دادم، گفتم کاری رو که بر علیه ایران اقدام کردید، یکیش تجزیه هست، یکیش بدبخت کردن ملت هست که کردیندم تو این 44-45 ساله، این برعکس جواب خواهد داد. برعکس هم جواب داد، جنگ و ورداشتن رفتن اسرائیل، ایران و روسیه جنگ و ورداشتن رفتن اسرائیل. این به نفع هم ایرانه، هم به نفع روسیه است، هم به نفع هم پیمانان این بریکس و شانگهای، پیمان شانگهای هست. خوبه، با طالبان بازی رو که در آوردن الان روسیه و ایران، اینم خوبه، انداختن تو جون خود آمریکا، یعنی تو جون پاکستان، یعنی همون خود آمریکا، تا اینجا هم خوبه. ولی اگر این جنگ رو همینطوری با این تاکتیکی که دارید میرید جلو ادامه بدید، افسار کنترل این کار، کنترل این وحشی ها، وحشی باید به اینها گفت، مزدورها از دست شما 100% در خواهد رفت. حتی اگر 0.5% اینها هنوزم با آمریکا و پاکستان، ببینید من درصد پایین میگم، کار بکنن، همون اتفاقی که الان دیروز پریروز توی مسکو افتاد، 150 کشته و خراب شدن اون محل، بازم اتفاق خواهد افتاد. هر چی تعداد اینها بیشتر بشه، به ضرر شما روسیه رو میگم و به ضرر همپیمانان مثل ایران میشه، چون همین کار توی ایران تکرار خواهد شد، به ضرر خواهد شد. تعداد اینها انقدر زیاد خواهد شد که دیگه نمیدونید با امثال مثل اوکراین و نمیدونم لهستان و کجا و کجا بجنگید، یا اینکه با داخل خودتون با اینها بجنگید. به اینجا برای اینکه نرسه، فقط و فقط و فقط یک راه هست. غرب تو 3-4-5 ویدیوی قبلیم همش تکرار کردم، ملت برید ببینید این رو، انقدر پخش کنید تا به دست، شاید این روس‌ها هم برسه، به دست ایرانی‌ها اونایی که گوش میکنن برسه، شاید این کاری رو که میگم انجام بدن، وگرنه داخل ایرانش هم به کشته‌ها اضافه خواهد شد از طریق این بمب‌گذاری‌ها و کارهای دیگه. الان هم نشه، یه سال دیگه میشه و ما باید هر کاری میتونیم بکنیم از ملت بدبخت که به دست این رژیم در هر صورت دارن کشته میشن، میگیرن، میکشن، تجاوز میکنن، دیگه اینم بهش اضافه نشه، تجزیه ایران بهش اضافه نشه. هدف من اینه، من طرفدار هیچ کسی نیستم، در تمام ویدیوام گفتم من طرفدار ملت و کشور هستم. این رو باز دوباره بذارم اینجا ببینید، تمام اینجای اینایی که اینجا نوشته شده صدق میکنه درباره بنده، اینها همش صدق میکنه. من طرفدار هیچ کسی نیستم، فقط ملت و ایران، چون تهمت نیان یه سری بزنن. این ویدیو رو پخشش کنید، این باید به گوش هم اونهایی که هنوز عقل دارن داخل ایران هستن، یه خود کنترل میتونن بکنن، به دست اونها برسه، هم به دست روس‌ها برسن، برسه که این تاکتیکشون رو تغییر بدن، استفاده بکنن از مسلمانای مثل، مسلمون هم که نیستن اسمن، مسلمون نیستن این طالبان و القاعده و امثال اینها، آدم کش هستن، مزدور هستن، باجگیر هستن. حالا گاه گداری میگم مسلمون، چه اسم این روشون گذاشته شده. برای اینکه جلو اینا گرفته بشه، تاکتیک برعکس جواب نده. ببینید من به اسرائیل گفتم تاکتیکی رو که زدید میخواد ایران رو بدبخت کنید، برعکس جواب میده، میان سراغ خودتون. اومدن همین کار انجام شد، الان جنگ رو بردن تو اسرائیل. به آقای پوتین گفتم از یک سال پیش دارم میگم، آخرین بارم یه روز قبل از اینکه 150 نفر داخل مسکو کشته بشن گفتم، ویدیوم هست برید ببینید، مال پری روزه، گفتم تلفاتتون باشم بالاتر خواهد رفت. چند ساعت بعدش، یه روز بعدش حمله شد، 150 نفر دیگه مردن. این آقای پوتین میگه اوکراین بوده؟ نه، اوکراین نبوده. اوکراین ممکن توش دست داشته باشه از طریق آمریکا، از طریق انگلیسای چی بگم آخه، شیطان صفت، دست داشته باشه. این تاجیکی‌ها هستن یا هر جایی هستن، افغانی میخواد باشه، تاجیکی باشه، ایرانی باشه، هر جایی باشن که اومدن این کار رو کردن، اوکراین ممکنه این رو ارگانیزه کرده باشه، ولی خود اونها نبودن. به نظر من کار انگلیس و آمریکا و غرب، اسرائیل حتی ممکنه دست داشته باشن تو این. اینا میخوان ناآرومی ایجاد کنن داخل روسیه، داخل ایران، و موفق در این کار خواهند شد. بازی رو ایران و روسیه نخواهند باخت، من این را تو تمام ویدیو ها گفتم، ولی تعداد تلفات بدجوری بالا خواهد رفت. ولی در ایران اگر شلوغ بشه، شلوغ اساسی بشه، ممکنه
موفقیت در داخل ایران برای غرب بالاتر بره که بتونن به فکر دوباره تجزیه بیفتن. یعنی جنگ رو که ایران و روسیه موفق شدن از ایران دور کنن، بردنش به اسرائیل، یا از ایران دور کنن با طالبان بردن طرف پاکستان، الان طالبان دارن با پاکستانی ها می جنگن، این رو دوباره برگردونن بیارن داخل ایران و روسیه. از این بر که جلوگیری بشه فقط یک راه هست، غرب اوکراین رو ببینید، اینطور بگم، روسیه باید نشون بده، پوتین باید نشون بده حرفی رو که میزنه واقعا پاش وایساده تا آخر میره. وقتی میگه که ما اوایل گفت شد از بمب اتمی هم استفاده کنیم میکنیم، ما نخواهیم باخت، یعنی حرفی رو که زده باید پاش بیسته، نمیگم بمب اتم بندازه. وقتی کسی این حرف رو میزنه یعنی میگه ما نمیبازیم. پس اگر نمیبازی باید الان یه زهره چشمی از اینا توی غرب اوکراین بگیری، حتی اونجا میگم اگر غیر قابل زیست باشه اون کار انجام بشه که اینا نیان دیگه جلوتر. بازم میگم من به خاطر روسیه این رو نمیگم، روسیه اگر تضعیف بشه میان سراغ ایران دوباره، کاری که الان طالبان داره توی افغانستان میکنه، با پاکستان داره میجنگه، خب به نفع کیه؟ به نفع ایرانه دیگه. پاکستان و آمریکا و انگلیس و بقیهشون، اون اسرائیلش نقشه کشیده بودن اینا رو بندازن جون ایران. برعکس شد این هم، یعنی حرفای من همش درست در اومده، همش برعکس نتیجه داده. منتها این مادام العمر و تضمینی نیست، اینجاست که نه ایران میفهمه، شعور درک این رو داره، و نه آقای پوتین میفهمه. این مادام العمر نیست، اینو هر آن میشه با طالبان غرب میتونه یه معاملهی بکنه، شاید بهتر از معامله با شما باشه، برعکس کنه دوباره. یعنی این طالبان و من همه اینا رو میگم، طالبان و القاعده و بقیه همه اینا رو، و که میگم منظورم به اصطلاح مسلمان هست که دارن فقط برای پول میجنگن، نه با خدا کار داره نه با اسلام، تمام اینا رو در هر صورت این زمانی هست، یعنی اینا رو دوباره میتونن غرب یه جوری شاید بخرن دوباره بنزن تو جون ایران و روسیه. پس روی این نباید حساب دامی باز کرد، حساب دامی باید روی این باز کنید که ما غرب اوکراین باید طوری بشه که با 300 هزار سربازی که آماده که نظامی که آماده کردن اصلا به فکرشون نرسه بعد از این کاری که انجام میشه داخل اونجا بشن. اگر این کار انجام بشه شاید 30,000 نفر 50,000 نفر بمیره، امکانش هست، ولی اگر این کار انجام نشه ناتو داخل غرب اوکراین بشه و نزدیک در به مرز روسیه بشه، امکان جنگ جهانی هست. اون موقع بایستی از میلیونی یا میلیاردی مرده ها صحبت کنیم. پس من طرفدار جنگ نیستم، من میخوام جلوگیری کنم. اینجاست که تاکتیک ایران و روسیه اشتباه داره پیش میره. با کاری که با طالبان کردن درسته، انداختن تو جون پاکستان، کاری که جنگو از ایران دور کردن رفت الان تو مرز فلسطین درسته، وگرنه تو ایران بود اینا، الان این دو جنگ الان تو ایران بود. ولی حساب باز کردن دائمی اشتباهه. یک اشتباه دیگه به احتمال زیاد ایران و روسیه دارن میکنن، اونم اینجاست، این خیلی مهمه. شاید میگن خب ما تا اونجا که میتونیم از امثال طالبان و اینها استفاده کنیم، بر علیه اینا بجنگن، برای مثلا پاکستان و آمریکا بجنگن، به ایران فعلا کاری نداشته باشن، به روسیه فعلا کاری نداشته باشن، بعدش خودمون یه جوری اینا رو میذاریم تضعیف میکنیم. اینجاست که به احتمال زیاد این حسابو کردن دیگه. طالبان که از امروز به فردا از بین نمیره، از بین نمیتونید شما اینا رو ببرید، چون اینها هی دوباره به وجود میان، آمریکا و انگلیس و بقیه دنبالش هستن، خرج میکنن اینا رو دوباره درست میکنن و اینا دوباره به جون خودتون میفته. اگر حساب روی این گذاشته که بعدن کارتون تموم شد و نمیدونم جنگ اوکراین تموم شد و نمیدونم غرب داخل غرب اوکراین نشد و اینها، بزنید طالبان رو از بین ببرید. طالبان از بین بردنی نیست، یه گروه دیگه دوباره درست میکنن، اسمش همون یا طالبان میذارن، طالبان شماره دو میذارن، یا یه اسم دیگه. فرمانده‌هاشون معمولا نمیمیرن که، ورم دارن میبرن اینا رو پرورش میکنن، دوباره پولشون میدن، دوباره 10-20,000 نفر جمع میکنن و دوباره همین آش همین کاسه. در ضمن شما تو افغانستان بودید آقای روسیه، آقای پوتین،
شوروی با اون عظمتش مجبور شد آخرش از افغانستان رفت بیرون. خب شما اگرم به این فکر هستید که ما خب از طالبان الان بگیم از افغانستان سوء استفاده میکنیم بعدش میایم خودمون میزنیم درب داغون میکنیم، نه نمیتونید. اون زمان هم که داخلش بودید نتونستید، آمریکاش هم نتونست. پس این تاکتیکتون اشتباهه، اگر این فکر رو هم تو مغزتون هست اینم اشتباهه، هم ایرانش هم شما. تغییری که نکرده، همون طالبانه، همون القاعده است، همون نمیدونم زهرماره. بدتر شدن بهتر نشدن، آدم کشتر شدن بهتر نشدن. پس اینو از فکرتون خارج کنید. پس میمونه همون یه راه پیشنهاد یه بنده تو غرب اوکراین، اگه زهر چشم تونستی از این غربیا بگیری، اصلا من میگم نباید داخل بشن، از لهستان از جای دیگه نباید داخل بشن. همین الان شما یه کاری اونجا باید بکنی، شده از طریق بلاروس، وایس روسلند ما بهش میگیم، از اون طریق که نزدیک مرز لهستان کاری بکنی، از طریق یه بمبی یه کاری بکنی. غرب نباید داخل اونجا بشه. اگر زهر چشم از غرب نگیرید، غربی ها از این بدتر هم با شما هم با ایران خواهند کرد. این نصیحت منه. گوش نمی کنید، آینده اینها رو نشون میده و متاسف هستم حرفای من، پیش بینی من همش درست در اومده، این هم درست در خواهد اومد اگر تاکتیکتون رو عوض نکنید. دیگه بیشتر صحبت نمی کنم، حرف زیاد شد، همتون رو به خدا می سپارم.